سلام، وقت همگی به خیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع بحثمون اسکوپسن که اساس این پایتونه و قرار در مورد اسکوپ، فانکشن، ماژول و کلاس ها توی پایتون صحبت کنم. اسکوپسن نیم سپیسز اسکوپس برای یک آیدنتیفایر به مفهوم فضایی از برنامه است که اون آیدنتیفایر در اونجا قابل دسترسیه، که این بستگی به جایی داره که اون آیدنتیفایر اونجا تعریف شده. منظور از این آیدنتیفایر همون نیم هایی هستن که برای مشخص کردن مثلا وریبل ها یا تابا یا آبجکت های دیگه ازش استفاده میشه. یه مفهوم دیگه به نام نیم اسپیس که پایتون وجود داره که مرتبطه با همین مفهوم اسکوپ، که برای پیاده سازی اسکوپ از دیکشنری استفاده میکنن، یعنی از این دیکشنری به عنوان یک مپینگ از آیدنتیفایر به آبجکت های مرتبطش. یعنی آیدنتیفایر ها نیم ها به عنوان کلید و آبجکت هاشون به عنوان وریبل انتخاب میشه که به این دیکشنری نیم اسپیس میگن. یک رولی به نام LEGB برای اسکوپ تعریف شده که شامل این چهار مورد لوکال، انکلوزینگ، گلوبال و بیلتین. بادی فانکشن ها لوکال اسکوپ محسوب میشه و آیدنتیفایر هایی که داخل یک تابه هستن هم لوکال هستن، یعنی فقط داخل تابه قابل مشاهدن. انکلوزینگ وقتی ایجاد میشن که از تابه های تو در تو استفاده بشه، یعنی به این صورت که تابه داخلی اینر فانکشن لوکاله و تابه بیرونی به صورت انکلوزینگ. مثلا فرض کنید که یه وریبل رو توی این تابه بیرونی تعریف بکنیم که به صورت نون لوکال قرار باشه. و یه نکته‌ای هم که اینجا داره اینه که این وریبل میتونه توی تابه داخلی مشاهده بشه، یعنی اونجا هم قابل مشاهده است. مورد بعدی گلوباله که کلی ترین اسکوپه که اسکریپت یا مثلا ماژول رو شامل میشه و آیدنتیفایر هایی که تو این قسمت وجود دارن تو کل برنامه قابل مشاهدن و قابل دسترسی هن. و مورد آخر که بیلتینه، وقتی لود میشه که مثلا یک اسکریپت ران بشه و شامل آیدنتیفایر هایی که به صورت بیلتین تعریف میشن، مثلا کیورد ها یا مثلا اکسپشن ها. توی پایتون وقتی که یک بلاک از کد اجرا میشه و وقتی مثلا به یک آیدنتیفایر میرسه، مثلا یک وریبل، برای پیدا کردن ولیوی که به این وریبل اساین شده سه تا نیم اسپیس مورد بررسی قرار میگیره. که پایتون اول میاد لوکال نیم اسپیس رو میگرده دنبال این آیدنتیفایر، اگر اونجا نبود میره سراغ گلوبال و اگر اونجا نبود میره سراغ بیلتین. اگر تو هیچ کدوم از اینا نبودم که ارور میده. تابه، یک تابه به صورت این مثالی که زده شده تعریف میشه. مثلا از دف استفاده میکنیم و نام تابه، و اینجا میتونه چند تا پارامتر داشته باشه یا اصلا نداشته باشه، و یک بلاک از کد که به عنوان بادی برای تابه تعریف میشه. سه روش وجود داره برای تعریف پارامتر. روش اول آرگومان ها رو به ترتیب با پارامترها مچ میکنه. همینجوری آرگومان ها رو به تابه میدیم و به ترتیب مثلا جک با چایلد 3 و به ترتیب یکی یکی اینا با هم مچ میشن. و یه نکته که اینجا هستش، باید حتما تعداد اینجا رعایت بشه. یا مثلا ممکنه که یکی از این پارامترها یک مقدار دیفالت بگیره و اون دیگه مثلا اینجا مقداری بران داده نشه و توی تابه اون مقدار دیفالت استفاده بشه، ولی در هر صورت باید تعداد رعایت بشه. دومین مورد، آرگومان ها رو با استفاده از نامی که برای پارامترها استفاده کردیم میتونیم مشخص کنیم، که اینجا دیگه ترتیب
درست هم نباشه مهم نیست. مثلا چایلد سه که اینجا اول بوده میتونیم آخر بنویسیم، ولی چون از این اسم استفاده کردیم دیگه مشکلی پیش نمیاد و به این روش کیورد پسینگ میگن. مورد بعدی برای زمانیه که تعداد و اسمای پارامتر مشخص نباشه. مورد اول که اینجا نوشته شده، اگه بخوایم با استفاده از کیورد این آرگومان ها رو بگیریم، میایم قبل اسم پارامتر دوتا استار میاریم و این آرگومان ها به این صورت تبدیل میشن که به یک دیکشنری تبدیل میشن، به این صورت که این کیورد ها میشه کی و این آرگومان ها میشه به عنوان ولیو، یعنی کیت به عنوان مثل یک، یعنی مثل دیکشنریه توی این تابه. مثلا میتونیم ولیوش ها بگیریم، مثلا برگردونه ولیو رو و نقش دیکشنری رو داره. مورد بعدی برای زمانیه که بخوایم آرگومان ها رو طبق اوردر بگیریم، که میایم قبل این اسم پارامتر یه دونه استار میذاریم و این به این صورت عمل میکنه که این آرگومان ها به صورت تاپل به این پارامتر داده میشن. مثلا میتونیم با ایندکس دوم اون تاپل رو برگردونیم که مثلا اینجا چاپ کرد. مفهوم دکوریتور، از اونجایی که تاپل که پایتون یک فرست کلاس آبجکته، یعنی میتونیم تابه رو توی یک دیتا استرکچر ذخیره بکنیم، یا مثلا به عنوان آرگومان به یک تابه بدیم، یا مثلا حتی به یک متغیر اختصاصش بدیم. طبق این مفهوم یک تابه به نام دکوریتور وجود داره که این دکوریتور تابه‌ایه که یک تابه دیگر رو، مثلا طبق مثال مثلا سی های، این تابه رو به عنوان پارامتر آرگومانش میگیره و با استفاده از یک تابه دیگه مثلا رپر میاد یه تغییراتی رو روی اون تابه ایجاد میکنه و یک تابه جدید رو برمیگردونه. و اینجا دکوراتور هیچ تغییر رو روی خود این تابه ایجاد نمیکنه و فقط به عنوان آرگومان میگیره و مثلا تو این مثال این جمله رو بهش اضافه میکنه، یعنی این جمله رو اول پرینت میکنه بعد تابه رو رام میکنه. و اتفاقی که اینجا میفته اینه که وقتی میایم @sign اسم دکوریتورمون رو مینویسیم، مثل اینکه دقیقا این اتفاق میفته، یعنی این رو قبل تابمون البته باید بنویسیم، یعنی این اتفاق میفته که تابمون سیهای مساوی میشه با دکوریتور که به عنوان آرگومن سیهای رو میگیره. و اگر ما سی ها رو بیام اینجا رانش بکنیم، مثل اینکه دقیقاً این دکوریتور سی های داره اجرا میشه که سی ها رو میگیره، اول میاد این مورد رو پرینت میکنه که نام سی ها رو اینجا میاره و بعد خود سی ها رو اینجا رام میکنه و در آخر همین رو برمیگردونه. ماژول ها، یک ماژول یک فایل شامل کده. همه توابع توی هسته پایتون تعریف نشدن، در عوض ماژولا تعریف شدن که با استفاده از ماژولا این مشکل حل میشه. یا مثلا اگه خودمون یک کدی داشته باشیم که توش مواردی باشه که بخوام توی برنامه دیگه توی یک کد دیگه ازش استفاده بکنیم، میتونیم کدمون رو به عنوان ماژول توی برنامه دیگه ازش استفاده بکنیم. و یک نکته مثبتی که ماژولا دارن اینه که چون هر ماژول نیم اسپیس مربوط به خودش رو داره، باعث جلوگیری از نیم کرش میشه. یعنی مثلا اگه توی دو تا ماژول مثلا دو تا نیم یکسان باشن، میتونیم که از این اتفاق که این دو تا جداگانه، یعنی این دو تا استفاده بکنیم. سه روش برای ایمپورت کردن ماژول توی برنامه وجود داره. اولی ایمپورت ماژول نیمه که برای استفاده از نام هایی که توی ماژول مثلا
متدایی که توی مجلو اگه بخوایم که کد استفاده بکنیم، باید حتما قبل اسمی که قرار بیاریم اسم مجلو بیاریم، یعنی مجلو نیم رو بیاریم دات نامی که میخوایم ازش استفاده بکنیم. مورد دوم from module name import name هایی که میخوایم، که به این صورت نیم هایی که اینجا میان دیگه تو کد نیازی نیست که از اسم ماژول برای معرفی این استفاده بکنیم، ولی در غیر این نام ها هر چیز دیگه که بخوایم استفاده کنیم حتما باید مثل مورد قبلی از اسم ماژول استفاده بکنیم. مورد سوم یک حالت کلی از حالت دومه که میاد پابلیک نیم ها رو ایمپورت میکنه، یعنی و وقتی که این کار میکنه دیگه برای هیچ اسمی نیازی به استفاده از اسم ماژول توی کد نیستش. و منظور از این پابلیک نیم ها نیم هایی هستند که با آندرلاین شروع نشدن، اسمایی که توی ماژول تعریف شدن و قبلشون یه آندرلاین میاد، اینا رو وقتی که از این امپورت استار استفاده میکنیم توی کد نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم. کلاس ها همونجور که میدونین پایتون یک زبان object oriented programming و از کلاس ها برای طراحی آبجکت ها، یعنی درست کردن ویژگی های یک آبجکت میشه ازش استفاده کرد. و توی پایتون کلاس یک دیتا تایپ محسوب میشه. برای تعریف کردن یک کلاس مثل این مثال میتونیم از کلاس و یک اسمی استفاده بکنیم. و بعد اینکه یک کلاس رو تعریف کردیم هر چند تا نمونه که میخوایم هر چند تا نمونه میشه تولید کرد که میتونن ویژگی مختلفی نسبت به هم داشته باشن، که ما اینجا یک student one رو تولید کردیم. و در خود کلاس همچون که میبینی یک متد به نام init تعریف شده که دو تا پارامتر داره، self و name. و این init اینجوریه که هر بار یک اینستنس از کلاس ساخته میشه این متد ران میشه، و یک وقتی که هر اینستنس ساخته میشه بخوایم مثلا یک ویژگی مثلا به اون اینستنس بدیم یا یک اتفاق خاصی بیفته میتونیم توی این تابه نام ببریم اینجا استفاده کنیم. که اینجا اومدیم این کار کردیم که هر اینستنسی که میخوایم تولید بکنیم حتما یک نیم داشته باشه، نیم رو به عنوان ورودی هم بگیره. و اولین پارامترش سلفه که سلف برای نشون دادن اینستنسه، که وقتی که مثلا این توی متد از سلف استفاده میکنیم همون منظور اینستنس هست. توی تابه یک نیمی تعریف شده که سلف نیم، که به این اینستنس وریبل میگن، که یک متغیر برای نمونه هاست و هر نمونه یک کپی از این رو با هر مقدار یا مقدار مختلف میتونن داشته باشن. و توی متد اینیت یک پارامتر، خب این پارامتر که نیم بود رو به عنوان ورودی گرفتیم رو اومدیم برابر با این نیمه گذاشتیم. مثلا توی مثال که جک رو به عنوان ورودی دادیم، اگر استیودن داد نیم رو ما رام بکنیم جک رو به ما برمیگردونه. و یک مورد دیگه که تو این تاب تعریف شده all student که به این کلاس وریبل میگن، که این کلاس وریبل ها مربوط به کلاسن، نه نمونه، مال کلاسن ولی توسط نمونه هم قابل دسترسن و اینا برای نگهداری اطلاعات کلاس استفاده میشن. برای دسترسی بهشون حتما باید از کلاس استفاده بشه، از اسم کلاس، که مثلا توی این تابه میتونست این متد میتونستیم بیاریم که student.all student، ولی یک متد دیگه به نام کلاس وجود داره که اگه
اینستنس سلفمون دات کلاس رو بنویسیم، این متد کلاس مربوط به این اینستنس رو برمیگردونه که اینجا کلاس مربوط به این student و بعدش میتونیم این وریبل رو استفاده کنیم که مثلا اینجا به منظور یه لیستیه که میخوایم مثلا که نام این اینستنس ها رو توش ذخیره بکنیم. متد ها، متد همون تابع ها هستن توی کلاس تعریف میشن، مثلا همون متد اینیت، ولی متد هایی هم که خودمون میتونیم بنویسیم، مثلا متدی که اینجا نوشتیم مای فانکه که آرگومان اولش باید به صورت سلف باشه که همون اینستنسه، و داخل این متد ما اومدیم یک جمله پرینت میکنیم که همون از اینستنس وریبل استفاده میکنه، نیم رو چاپ میکنه اینجا. برای استفاده از این متد ها بعد از اسم خود اینستنس استفاده کنیم، مثلا اینستنسی که اینجا داریم p1، میتونیم p1 دات متدمون استفاده بکنیم، ولی میتونیم از اسم خود کلاس هم استفاده کنیم به این شکل که اسم کلاس دات متد، ولی به عنوان پارامتر چون که سلف پارامترش بود باید حتما اینجا اینستنس رو هم بهش وارد بکنیم که اگر این رام بکنیم ببینیم نیم هم اینجا چاپ کرد. و اینهریتنس میخوام با یه مثال توضیح بدم. ما اینجا سمت چپ یک کلاسی داریم به نام پرسن که به عنوان کلاس پرنت ازش استفاده میکنیم. توی کلاس پرسن یک تابع متد اینیت وجود داره که سه تا پارامتر داره که دو تا پارامتر اف نیم و ال نیم رو قراره به عنوان ورودی بگیره و توی این اینستنس وریبل قرار بده. یعنی دو تا اینستنس وریبل اینجا تعریف شده و یه دونه هم متد پرینت نیم توی این تابه هستش که این دوتا رو چاپ میکنه. و این طرف سمت راست یک چایلد کلاس داریم که اومده از کلاس، میخوایم از کلاس پرسن ارث بری کنیم اینجا که مثل یه پارامتر اینجا این کلاس پرنت رو میگیره و توی خود کلاس استیدنت یه دونه اینیت متد داریم که برای این که بخوایم دیگه این کدا رو اینجا تکرار نکنیم اومدیم، یعنی ارث بری کردیم، میایم از تابع سوپر استفاده میکنیم. تابع سوپر میاد متدهای کلاس پرنت رو کلن اینور با استفاده از این، یعنی اینور به ارث میده، یعنی میشه همشون استفاده کرد، ولی چون اینجا بعدش اینیت نوشته شده یعنی این متد قراره اینجا اجرا بشه و پارامترهای این تابع رو اینجا قراره به عنوان علامت به این بدیم و یک اینستنس وریبل دیگه هم خودش به نام graduation year داره و یه تابع دیگه که ویلکام یک جمله رو پرینت میکنه و همه این اینستنس وریبل رو اینجا قراره چاپ بکنه، ولی در صورتی که ما اینجا خود اون اینستنس ها رو نگرفتیم، وریبل رو نگرفتیم و اگه بخوایم اگه بیایم یه دونه اینستنس به نام ایکس تعریف کنیم که از کلاس استیودنت باشه و همه این ست ورودی رو بگیره و اگر این رو بیایم ویلکام رو چاپ یعنی اجرا بکنیم، ببینیم که دقیقا همه اینا رو اینجا چاپ کرده و این اینستنس وریبل هم اینجا یعنی فراخوانی شدن گرفته این وریبل رو. خیلی ممنون از توجهتون، اگر سوالی بود من در خدمتم.